خب با سلام، عمو سالار هستم و اینم رفیقم پارساه. مشتی هستیم. این ویدیو فرقش با ویدیو قبلی اینه که درسته ما قرار شوخی و خاطرات اینامونو بگیم، ولی دیگه حالت لوده بازی و نمیدونم اکت توش نیست، هیچ بازیگری، هیچ بازی نیست، چون موضوع جدیتره. موضوع حقایقی که تو کنکور به هیچ کی به شما نمیگه. من رفیقم پارساه انتخاب کردم چون من خودم رتبه‌ام 3000 شد رشته ریاضی و دانشگاه علم و صنعت مهندسی مواد قبول شدم. تو چی شدی؟ من با رتبه 25000 دانشگاه آزاد سراسری وارد تهران جنوب مهندسی شیمی قبول شدم. ولی با توجه به تمام اتفاقایی که تو طول این مسیر کنکور واسه من افتاد، من یه چیزی واسم خیلی واضح بود. اونم این که اولین چیزی که باید بهش توجه داشته باشین اینه که علاقتون چیه. و اینو بدونید که علاقه چیزی نیستش که شما یه روزه به دستش بیاری، یا دو روزه، یا حتی یکی ماه، دو ماه، سه ماه. این چیزیه که شما باید تو طول زمان، با مرور زمان، با تجربه شرایط مختلف بهش برسین. همین دقیقاً بحثی که بخواد بکنیم با همین بخوایم بکنیم راجع به همین هستش. اولین چیز علاقه هستش. ببینید راه‌ها خیلی زیاده واسه بچه‌هایی که میخوان کنکور بدن و اصلا وارد دانشگاه بشن. شما میتونی اصلا حتی وارد دانشگاه نشی و زندگی موفق و خوبی داشته باشی. دانشگاه راهی برای پیروزی یا موفقیت شما نیست. هیچ تضمینی به شما نمیده که شما با دانشجو شدن و فارغ التحصیل شدن از یه رشته دانشگاهی توی دانشگاه معتبر، غیر معتبر، هر چیزی، یه زندگی خوب واسه خودت بخوای داشته باشی. این که ببینید مثلا من دانشگاه آزاد رفتم رشته مهندسی شیمی، ولی بعد از 4 ترم 5 ترم دانشگاه اون درس رو خوندم، متوجه شدم که واقعا نمیخوام مهندسی شیمی رو، نمیتونم هضم کنم. هیچ شغل و فعالیت تو این رشته رو واقعا نمیتونم به عنوان زندگی آیندم قبول کنم و ببینم. واسه همین انصراف دادم و وارد مسیر دیگه شدم. علاقه من بودم به رشته هایی که باش ارتباط آدم با آدم داریم، ارتباط انسانی داریم. مثلا از بچگی خیلی روانشناسی رو دوست داشتم ولی پیشو نگرفتم، و باز با همین علاقم که رفتم جلو متوجه شدم که میتونم تو کارهای خدماتی مثل رستورانداری، کافه‌داری، رشته هایی که با آدما در ارتباط هستم میتونم موفق‌تر باشم. واسه همین رشته هتلداری رو انتخاب کردم، یه رشته که تو ایران شاید اصلا به چشم نیاد، کسی بهش توجهی نکنه و اصلا حتی اسمش هم خیلی‌ها نشنیده باشن، ولی رشته هستش که وجود داره و مسیرهای خیلی جالبی رو پیش روی هر کسی که بیاد تو این رشته قرار میده. میتونی تو هیته‌های مثل آشپزی، مثل مهمانداری هواپیما، مثل گردشگری و حالا هم خود هتلداری که همه زیر اینا، همه زیر مجموعه اون میشن، میتونی تو این زمینه آدم تحصیل بکنه و مشغول بازارهای کاری بشه که شاید خیلی‌ها بهش فکر نمی‌کنن. و خصوصا تو کشورهای جهان سوم مثل کشور ما توجه چوبی مسائل نیست. آدمایی که تو این زمینه تخصص پیدا می‌کنن میتونن آدمای موفق‌تری باشن و میتونن حالا به اصطلاح خاص‌تر باشن توی جامعه، توی فیلد جدید و متفاوتی کار بکنن. الان من خودم هم مهندسی مواد رو رفتم، حالا به خاطر همین که موقعیت شغلیش واسه من به خاطر در واقع وضعیت پدرم وجود داشت، هم این که از لحاظ درآمدی واسه من خیلی خوبه. همین الان من بخوام به عنوان مهندس مواد کاری که واسم هست رو انجام بدم، اصلا هیچ نگرانی آینده‌ای واسه حتی ازدواج و بچه دار شدن ندارم از لحاظ درآمد. ولی من دیدم خودم هم به این علاقه ندارم. من خودم تو دوران دانشگاهم رفتم در واقع دوره‌های طراحی گرافیک رو دیدم، بعد درآمدم خودمانم از اونه، بعد الانم دارم واسه طراحی بازی اقدام میکنم که الان ادامه تحصیلم رو طراحی بازی انجام بدم. و نکته اینه که این تفاوت بین ما وجود داره، ولی الان جفتمون تقریبا درآمدمون یکیه. یعنی مثلا یارو میگه او نه تو آزاد رفتی بدبخت شدی دیگه هیچی نداری، اصلا این درست نیست. الان جفتمون درآمدمون یکی، یعنی رفته آزاد، من رفتم سراسری، یعنی هیچ چیزی نداریم که آره من الان پولدار شدم تو دیگه هیچی نیستی برو گم شو. نه، یعنی چه اتفاقی نیست. اصلا این حرفی که شما میگن که دیگه شغلی ندارین، دیگه چیزی نداری، این بازار کار نداری. اتفاقا چیزایی که رایج نیستن معمولا تو مثلا جایی مثل ایران بازار کار بهتری میتونن داشته باشن. الان مثلا من خودم دارم تو صنعت غذا و نوشابه فعالیت میکنم، کافه و رستوران، حالا بحث راه اندازیش، بحث طراحی منوش، بحث دیزاینش یا حتی ارائه سرویس و خدماتش، تو این زمینه‌ها که داری کار می‌کنی بازار خیلی خوبه. البته با اینکه میتونم بگم توی مثلا 10 سال اخیر شاید این مسئله مثل اصطلاحا بین ما کافه دارا و رستوران دارا و اینا این باب شده که میگن صنعت کافه و
یعنی کلا غذا و نوشابه به اصطلاح هم بهش میگن اف ام بی. آره. این بیزینس قارچی شده، هم مثل قارچ همه جا در میاد و همه هر کسی که یه پولی دستش میاد یا اصطلاحا حالا میگن از ننه باباش قرض میکنه و فلان و اینا، میره یه جای کافه میزنه، میره یه جای رستوران میزنه. ولی خب اینا موفق نیستن. من به نظرم کسی موفقه تو این صنعت که اگه علاقش اینه، حداقل اینه که تحصیل کنه تو این داستان و تو این زمینه بتونه تخصص پیدا کنه. ببین تخصص گرایی الان تو کشور ما خیلی رایج شده. قبولشوشی به کسی که مثلا به عنوان یه کارشناس معمولی میاد بیرون توی یه رشته رایج مثل عمران، مثل مکانیک، مثل مهندسی کامپیوتر میاد بیرون، شاید بازار کار خوبی نداشته. خیلی هاشون میبینیم مثلا دارن تو اسنپ کار میکنن، خیلی هاشون میبینیم مثلا از زور اینکه هیچ کاری ندارن بکنن میان تو کافه ها و رستوران ها مشغول میشن. ما بحث این بود، یعنی این 5 دقیقه که من با شما صحبت کردیم میخواستیم به شما اینو بگیم که آقا برخلاف حرفی که میزنن، شما پول رو توی رشتتون نبینین، پول رو توی علاقتون ببینین. یعنی رفاه زندگیتون اصلا تو علاقتون، شاید حتی شما بدبخت بشین، یعنی ماهی 2 میلیون در بیارین توی مملکت با اون فقیر حساب بشین، ولی چون به کارت علاقه داری هر روز با لذت میگذره. تا اینکه بخواد حالا مثلا به یک آره من توی شرکت خوب با 5-6 میلیون دارم میگذرم، خیلی مهمه این زر میزنم 5-6 میلیون دارم در میارم ولی به کارم علاقه ندارم، آخرش هم بخواد چیکار کنه، خودکشی بکنی یا میخواد بزنی تو سر کله زن و بچه فوششون بدی که آره من زندگی چیریه، همشون بخواد این که شما داشتین چیز میکردیم، میخواستم شما رو تامین کنم، من به این فلاکت افتادم. این خفت نگری تو این داستان، خب من فکر میکنم اولویت نیست. شما اولین چیزی که مثلا اولویت باشه دقیقاً همینه که امیر گفت، یعنی که هر روز صبحی که داری پا میشینی میری سر کارت، از این خوشحال باشی که داری میری توی اون محل کار. وقتی میای تو خیابون نگاه میکنی، مردم همه پریود و پک و پاره و درب داغونه، صبح اول صبح همه جای دنیا وقتی نگاه میکنی، خیلی اونایی که کارشون رو دوست دارن همه صبح یه دونه قهوه میرن میگیرن تو ماشین یا تو خیابون، تو اتوبوس، مترو، میرن سر کارشون، میگن میخندن، موزیک گوش میدن. ولی تو وقتی اینجا تو خیابون میای مثلا از میدون ونک مثلا رد میشی صبح ساعت 7 صبح، یه سری آدم درب داغون اینجوری میبینی که همه زامبی دارن، عین زامبی همه دارن میرن مثلا پشت میزشون، یکی نون بربری دستش، یکی پنیر دستش، میبرن مثلا صبحونه بخورن. این به نظرم یه مسیریه که حتی من به این جور آدم میگم، آدم های بدبخت شاید یه روز میلیونر هم باشه، میتونه پول وحشتناکی هم بتونه از تو بارش در بیاره، ولی زندگی خوبی نداره. من این آدم ها آدم های راحتی نیستن، حتی با اینکه بخوای باشون در ارتباط باشی، و این چیزی که مشکلی که کشور ما الان داره. بخش اول اینه که خب پس شما باید علایقتون پیدا کنین. حالا که علایقتون رو پیدا کردین، مسیر رو حالا باید پیدا کنین که آقا خب من علاقم چیه. مثلا علاقه من سینماست. خب سینما، بله، یه راهت اینه که برید دانشگاه تهران سینما بخونی، یا اینکه نه تو دانشگاه آزاد برشه سینما، اینکه بری سینما جوان. سینما جوان دیگه اصلا کنکور نمیخواد، شما دیگه نیازی نیست کنکور بدی، همون سینما جوان رو میری، مدرکتو میگیری و بعضی که مدرکتو گرفتی خوشو میکنی فیلمتو ساختم، مثلا فیلم کوتاه میسازی، یا اینکه با چند نفر که حالا ارتباط داری وارد قراردادی میشی که بتونید فیلمتون رو بسازی، یا هر رویه دیگه ای که داره. پس مثلا تو الان علاقت رو سینما پیدا کردی، بعد ببین که خب الان راهی که میخوای بری از کنکور هست یا نیست، یا اینکه مثلا میخوای کافه چیز کنی، مثلا کافه بزنی، روزی کافش بزنی. بهت بگم ببین، جذب بازار کار تو کار خدماتی، اصلا حالا بحثا فقط کافه و رستوران هم نیست، فعالیت خدماتی مثل هتل، مثل آژانس‌های گردشگری، تور لیدر شدن، حتی فرض کن مثلا تو یه تور لیدر باشی، برای اینکه بشی تور لیدر شد قطعاً آدمی باشی که تو این زمینه تحصیل کرده باشی و دانشگاهشو پیدا کنی. الان خیلی دانشگاه هستن که دارن روی مسائل گردشگری کار میکنن که اصلا نیازی هم به کنکور ندارن، تو میتونی به راحتی بری دنبال علاقت بدون اینکه بخواد قضاوتت کنن یه جا به خاطر یه نمره یا یه عدد یا مثلا 4 تا دونه تست مسخره. با جذب بازار کار اینا شدن، حتی میگم نیازی به اون قضیه هم نداره، و فقط کافیه که شما میتونی خیلی راحت مثلا به بارتندری علاقه داری، به آشپزی علاقه داری، به ارتباط با آدما، به مثلا حسابداری، کارهای این شکلی علاقه من هستی، به راحتی میتونی بعد از اینکه مدرسه‌تون تمام بشه تو تایم چیزتون وارد بازار کار بشین، خیلی راحت میتونی بری چند با یه رستوران صحبت بکنی، با یه کافه صحبت بکنی، بری یاد بگیری، 4 تا دوره آزاد بگذرونی. خیلی مدارک که بین‌المللی خیلی خوبی رو تو ایران دارن بنا ارائه میدن واسه مثلا رشته‌های مثلا آشپزی، مثلا گردشگری، مثلا هتلداری، فلان، رشته مدرک‌های آزاد که اصلا دانشگاهی هم نیستن و بین‌المللی هم هستن، قابل ترجمه و همه جای دنیا هم قبولش دارن. یعنی تو ایران ما هستش که مثلا ممکنه دیدگاه مردم نسبت به اینجور شغل‌ها و اینجور کارا متفاوت باشه اینا، ولی در کل من فهم می‌کنم جذب بازار این کارا شدن خیلی راحته و خیلی میتونه خوشایند باشه واسه کسی که آدمش هستن. و حالا مثلا من دارم مهندسی مواد می‌خونم و کنارش رفتم از ایزیران مدرک طراحی گرافیک گرفتم،
که البته چون پروژه پایانی رو تحویل ندادم، مدرک بین‌المللیش رو به من ندادن. مدرک خود ایزیران اومدن بهم بدن، گفتن قبض تو پیدا نکردیم، با آدم ما نمیدونیم که تو اینجا بودی یا نبودی، من میدیدین آقا یکی از قبضا من پیدا کردم، باز مدرک رو به من ندادن. یعنی من تازه مدرک طراحی گرافیک رو ندارم، من تو رزومم زدم که بلدم، هیچ مدرکی واسه ساپورت حرفم ندارم. با این حال من پروژه های طراحی گرافیک دارم میگیرم، جاهای مختلف کار کردم و در آیندهم 100% پروژه راحت میتونم بگیرم. همین که آقا من میگم آقا تا الان من مثلا این کارت ویزیتا رو زدم، این بنرها رو طراحی کردم، نمیدونم تو سایت فلان اینا رو طراحی کردم، تو این نرم افزار رو طراحی کردم، تو این بازی طراحی داشتم، اینو خودش داره پشتوانه است که من آینده پروژه بگیرم. مثلا هیچ کس من نمیپرسه آقا مدرکت کو. و حتی الان مثلا رقیب من یارو دختره از دانشگاه تهران مدرک طراحی گرافیک داشت، ولی به اون پروژه ندادن، به من دادن، به منی که مدرک مهندسی هنوز نگرفتم، مدرک ایزیران هم نیست، بین‌المللی هم تازه نیست، ولی میگن که آقا نه تو این کارو میتونی انجام بدی، این نمیتونه. این مثلا بهش میگیم بالا رو سیاه کن پایین رو چیز کن، اصلا داره من نگاه میکنه. دقیقاً این چیزای کارهایی که خدماتی هم هستن، تجربه خیلی مهمتر از اون حالا مدرکی هستش که شما میتونید به دستش بیارید. اون کسی که مثلا تو 4 تا کافه 2 تا هتل مختلف کار کرده باشه، به اون آدم اعتماد بیشتری هست توی کارت. کسی که حالا فقط رفته صرفا دانشگاه و 4 تا مقاله خونده یا 4 تا دوره مثلا همینطوری گذرونده، جذب بازار کار شدن باعث ایجاد تجربه میشه و اون ایجاد تجربه واسه شما اعتبار میاره واسه کارتون و این خیلی مهمه. حالا به جز تجربه اینم هستش که مثلا دید اون موضوع رو داشته باشین. مثلا اونی که طراحی گرافیک داره میخونه صرفا به این معنی نیستش که دید هنری داره، مثلا توانایی تشخیص رنگ ها رو داره، توانایی ادیت کردن داره، توانایی دیدن مشکلات رو داره. آقا مثلا یه رو بگی که کنتراست چیه، مثلا یه هم میمونه 4 ترم خونده کنتراست چیه، ولی نمیتونه بفهمه که آقا کنتراست یعنی چی. و تازه مثلا تو رشته های دیگه هم ما این بازی موضوع رو داریم. البته اصلا این موضوع فقط به خاطر رشته نیست، من فکر می‌کنم سیستم دانشگاهی ما هستش که این داستانو داره. چون شما وقتی وارد دانشگاه میشی، شاید واقعا تو 4 ترم 5 ترم اول به دروس تخصصی اون رشته که انتخاب کردی نرسی و اصلا نمیدونی اون رشته که داری میخونی راجع به چی هستش. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا من خودم بعد از 4 ترم 5 ترم مهندسی شیمی خوندن تازه رسیدم مثلا به یه درسی مثل طراحی راکتور، رسیدم به یه درسی مثل مثلا شیمی آلی. خب و رسیدم وقتی درس شیمی آلی رو برداشتم رفتم سر کلاس نشستم و دیدم استاد نشسته به میاد پای تخت مثلا شام یه راکتور طراحی میکنه، یه چیز عجیب غریب میکشه، میگه آره این خروجی این بود فلان. من یه نگاه کردم گفتم که خب اینجا جای من نیست، چون من هیچ اهمیتی واسه اون راکتوره که تو داری میکشی قائل نیستم. یعنی برام مهم نیستش که اون چیه، خوردیش چه خوردیش چه اینا، این برام مهمه که حداقل یک نفر بغل دستم هستش اینا چطور میتونم بشناسمش، این آدم کجا میره، مثلا چجوری میتونم دوست جدید پیدا کنم. این چی دارم میگم؟ اصلا فضای دانشگاه این شکلیه که شما اصلا وارد دانشگاه میشی با آدمای جدید آشنا میشی. حالا مسیر چطور واقعا کنکوره؟ خب حالا میگه که باشه مسیرتون فهمیدین از کنکوره، خب حالا قراره انتخاب بکنی. بزرگترین مشکلی که سر کنکور وجود داره و این انتخابی که قراره بکنی اینه که یک سری کلیشه در فرهنگ ما الان جا افتاده که آقا اولا همه مهندس باشن، همه دکتر باشن، فلان باشن، که خب این کلیشه اولا خیلی غلطه. چون ما آخر آماری که دیدم 200,000 مهندس داریم تربیت میکنیم، دستی که ژاپن داره 100,000 مهندس تربیت میکنه. خب پس یعنی ما باید صنعتمون دو برابر ژاپن باشه، در صورتی که حتما فکر کنم 1/20 هم نیست و ما این همه مهندس رو نمیتونیم سر کار ببریم. ولی از لحاظی مثلا فیلد زمینه های هنریمون از آدمایی که باید توش باشن خالیه، بعد زمینه مثلا اقتصادمون خالیه، یعنی هیچ کسی نداریم که روی اقتصادمون بیاد درست نظر بده، هیچ کی نداریم روی اجتماع بیاد درست نظر بده، روی مثلا جغرافیای سیاسی بیاد درست نظر بده، مثلا روی گردشگری نظر بده، روی مثلا مسائلی مثلا خدمات هتلداری بیاد نظر بده. میدونی مهندس چقدر هتل هست توی ایران، توی تهران، که اصلا اصولی رو چیز نمیشن، اصولی هندل نمیشن، اصولی مدیریت نمیشن، مشکلات اساسی دارن. اگه خارجی میاد اینجا، من چون تجربهش دارم، وقتی خارجی میاد اینجا و میبینه صنعت پذیرایی ما رو، خیلی وقت خندهش میگیره، میگه آ میگه ایرانیا خیلی آدمای مثلا چیزی اصلا مهمون نواز باحالی هستن اینا، ولی وقتی میاد تو بحث تشریفاتی داستان قرار میگیره اصلا خندهش میگیره، میگه این چه وضعیه، شما مثلا داری یه پول یه هتل 5 ستاره رو میدی ولی هیچ کدوم از هتل 5 ستاره ما این چیزی که من میدونم هیچ کدوم از هتل 5 ستاره ما در حد حتی هتل 3 ستاره و 4 ستاره اروپایی مثلا چه آمریکایی نیستن. یا مثلا دارین که تو پزشکی میگن که آقا مثلا پزشکی عمومی، نمیدونم جراحی و اینا، اینا چیزایی که کلیشه است انتخاب میکنن، در صورتی که مثلا هیچ کی نمیره نورولوژی رو انتخاب کنه.
خب نورولوژی بحث روز دنیاست، یعنی دانشگاه دنبال اینه که یک متخصص و مغز و نابغه نورولوژی پیدا کنن که مثلا هوش مصنوعی رو به صحبت کنه، بتونه جراحی مغز رو پیدا کنه، بتونه رفتارهای ذهن انسان رو بتونه از لحاظ علمی آنالیز بکنه. بعد مثلا همچین کسی رو ما توی در واقع اصلا تربیت نمی کنیم، درسته که این همه ما بگن نواقع پزشکی داریم، نواقع پزشکی ما آخرش داره میشه مثلا اون دندون پزشک بخاطر اینکه رتبهش اومده پایین، اونی که رتبهش رفته بالا فوقش مثلا میشه که چی؟ نمیدونم پزشک جراحی عمومی، نمیدونم جراح قلب، جراح فلان. ما بنز کافی دیگه اینا رو داریم. حالا درسته که دیگه اون سیستم هم خراب شده و دیگه کسایی که دارن تربیت میشن دیگه اونقدر قوی نیستن، ولی ما فیلد هایی که در واقع زمینه هایی که مطلب روز دنیا و شما مثلا میخوام بگیم خب من میخوام برم خارج، اصلا این رشته رو انتخاب کنم که برم خارج، خب نورولوژی رو انتخاب کنیم، همه دانشگاه دنبال یه فرد نابغه تو نورولوژی هست، ولی کسی این انتخاب نمیکنه. مثلا بایو مواد، یعنی موادی که بدن انسان پذیرش داشته باشه، بتونه در بدن انسان در واقع تجزیه نشه، فاسد نشه، یک دونه زانوی مصنوعی رو گذاشته همونجا قشنگ سر جاش بمونه. بایو متریال یه چیزی که دنبالشن، ولی مثلا یارو نمیدونه چیه. بعد چیه بخوام بگم عمران نفت، یعنی کلیشه ها رو ول کنیم، چیزی رو مثلا اینم به خاطر اینه که چون داره میبینه این داستانو و از این قضیه شوکه، ولی من فکر می‌کنم برگردیم به موضوع اصلیمون بهتر باشه. و اینکه چه دانشگاهی هستن، خیلی مهمه، چه آپشنایی داریم وقتی کنکور بدیم یا حتی اصلا کنکور ندیم و بخوام بریم وارد دنیای آکادمیک تحصیلات تخصصی بشیم. اینا آپشنایی که هست، دانشگاه سراسری هست، دانشگاه آزادن، ولی یه سری دانشگاه هستن که شما شاید اسمشون مثلا پیام نور هم هست، ولی دانشگاهی هستن که مثلا شما شاید بهشون توجه نکرده باشین و بازار خیلی کسادی دارن، مثل دانشگاه علمی کاربردی، مثل دانشگاه فنی غیر انتفاعی. آره غیر انتفاعی متفاوت. ببین رشته های نوین و اونایی که بهشون بها داده نشده تو کشور ما معمولا تو دانشگاه هایی که باز شناخته نشده تر هستن رایجه و تو اون دانشگاه تو میتونی این رشته ها رو پیدا بکنی. الان مثلا تو دانشگاهی که خود من هستم زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی هستش و اینا و زیر نظر مجموعه هتل های پارسیان هم هستش که یعنی فرض کن یه سری مجموعه هتل مثل هتل اوین، مثل هتل آزادی، مثل هتل استقلال و انقلاب میان یه دانشگاه تشکیل میدن و میان از اساتیدی که واقعا تو صنعت هتلداری کار کردن، فعالیت کردن، مدیرن، اینا رو میاد ازشون به کار میگیرن، مثلا یه استاد دانشگاه نباشه خب، ولی میادش اونجا و اون به ما آموزش میده که چیکار کنیم. مثلا ما تو دانشگاه رشته داریم مثل رشته آشپزی و این میدونی چی مثلا خیلی عجیبه، هزاران شاخه میشه خب و هیچ کس بهش بهایی نمیده که مثلا بخواد بزنه آشپزی شرقی، آشپزی اروپایی، آشپزی سنتی ایرانی، اینا رو خیلی هست. بعد دانشگاهم تمام اینا رو مثلا میاد شاخه شاخه میکنه، تخصصیش میکنه، اینا میتونی واردش بشی اگه علاقه داشته باشی، میتونی واردش بشی و مطمئنا زندگی بهتری واسه خودت رقم میزنی چون داری دنبال علاقت میری. من تجربه خودم از دانشگاه سراسری میگم. نکته اینه که دانشگاه سراسری در واقع یه جورای گل سرسبد تمام دانشگاه‌های ماست از لحاظ اینکه بخواد همه چی تموم باشه، یعنی در واقع از لحاظ امکانات به اون چیزی که دانشگاه در کل دنیا تعریف میشه همه رو داشته باشه. تو مثلا دنیا میگن چیه؟ میگن که خب الان شما دانشکده‌های مختلفین، مثلا یکی دانشکده مواد عمران اینا، این چی؟ میگن در کنارش باید شما یک انجمن علمی داشته باشین، ساینس اسوسییشن داشته باشین، که خب من تو دانشگاه سراسری میبینم که معمولا هستش همچین چیزی. بعد میگن که باید یک دفتر فرهنگی داشته باشید که در واقع خب مثلا کارهای فرهنگی رو بکنه، برنامه‌های فرهنگی رو بکنه، که خب این خیلی نزدیک به علاقه‌های حکومتی، ولی توی چیز من دیدم که سراسری باز دوباره اجرا میشه. بعد میگن که خب نهادهای دانشجویی مختلف رو باید داشته باشین، که خب توی سراسری نهادهای مثل کانون فرهنگی معمولا هست که خب کارهای هنری رو داره انجام میدن، حتی توی دانشگاه مثل علم و سنت که خب روش اسمش روشه همش مهندسیه، ولی نه مثلا ما داریم جاهایی که این کار رو انجام بدن که هنری باشه، مثل کانون موسیقی داریم، کانون موسیقیمون بسته شد، کانون فیلم داریم، کانون هنرهای تجسمی داریم، کانون کتابخانی داریم، اینا مثلا تو داشته در کنار رشته‌های اصلی هستش. آره من به نظرم تخصص میگم همون بحث تخصص کرده، من فکر میکنم اون خیلی مهمتره که تو میدونی این چیزی که همیشه میگه، یعنی میگه که یکی از نکات اینه که شما در دانشگاه سراسری میتونید همه اینها رو تجربه بکنید، البته یعنی در کنار درستون. و البته واقعیتش هم اینه که این زمینه ها چون کسی درست بهش بها نمیده
خیلی خر تو خره. یعنی درست ما ساینس اسوسییشن داریم، ولی شما مثلا تو دانشگاهی مثل ماساچوست بری، چه بریتیش کلمبیا بری، آکسفورد بری، ساینس اسوسییشن اون جوری که رفتار میکنه با انجمن علمی که ما جوری که رفتار میکنه زمین تا آسمون فرق داره. اصلا شاید بگم یک دهم وظیفش هم درست انجام نمیده. یا مثلا کانون های فرهنگی که قراره قسمت هنری کار رو بگیره، یک دهم اونا نمیتونه فرق کنه، ولی تو دانشگاه سراسر وجود دارن. قسمتی که باز با حالا نمیدونم تو آزاد اینا هستن یا نیستن. ببین تو دانشگاه آزادم دقیقاً مثل سراسری هستن. مثلا من خیلی جالب بود در تهران جنوب یه بخشی داشتن اوایل، من بچه‌ای که خب ما موسیقی متال اینا چیزاش خیلی علاقه داشتیم به بحث موسیقی اینا، ولی خب اینا به صورت اصطلاحاً آندرگراوند و زیرزمینی ان، بچه‌ها خودشون جمع می‌شدن واسه مثلا یه مطالبی. مثلا سراسری ما قشنگ دفتر داشتیم. خب اینا نه، اینا این شکلی نیستن، راجع به این مسائل اینجوری ندارن. ولی مثلا تو همیشه وقتی دانشگاه ما مثلا دانشگاه آزاد قشنگ یادم می‌رفتیم تو اکیپای بچه‌ها رو می‌دیدیم، مثلا نه اونا که عشق نقاشی ان همشون یه جا می‌شدن، وسایلشون بود مثلا با هم دیگه صحبت می‌کردن، حتی مثلا یه قسمتی از حیاط رو مثلا می‌گرفتن واسه خودشون. موقعی که مثلا نمایشگاه می‌شد توی دانشگاه اینا مثلا یه غرفه بهشون می‌دادن بس می‌گرفتن. ولی فراداش در این حال مثلا خب چون مثلا خودم تو بحث موزیک بودیم، موزیک اصلا چیز نبود مثلا بهش توجه نمی‌دادم. مثلا هنر تجسمی یا کتابخونه مثلا دفتری داشت که میگن آقا این دفتره کانون هنر تجسمی، به اون شکل نه. تخصص تو دانشگاه آزاد من احساس می‌کنم چون دانشگاه آزاد حالا واقعیته، خب انکار نشدنی، دانشگاه آزاد دانشگاه افرادی که خیلی می‌دونستی خیلی جالب بود. تو من اونجا بودم، خب یه کلاسی داشتیم، رفتم سر کلاسش، استاد اومد اینجوری کرد روز اول جلسه اول اومد اونجوری کرد، گفت بچه‌ها می‌بینید از کی مهندسی شیمی داره دانشگاه تهران رو تدریس میشه؟ مثلا فصل 74 1374 مثلا موقع من یه سالم دو سال من به دنیا اومدم، تازه به دنیا اومدم اون موقع، از اون موقع داره مهندسی شیمی رو تدریس. ببین چند نفر تا حالا خروجی مهندسی شیمی، کارشناسی مهندسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و دانشگاه تهران رو خارج شده؟ گفت من مثلا از اون موقع اینجا دارم درس میدم. گفتش تعدادشون فکر نمی‌کنم بالای 2000 نفر باشه. خب یعنی فرض کن یه تایم 20 مثلا 3 4 ساله و مثلا 2000 نفر فقط از این دانشگاه تو این رشته فارغ التحصیل شدن. دانشگاهی که ورودیش مثلا هر سال 3000 نفره فقط، و هر سال مثلا شاید مثلا دانشگاه یا اون رشته، نه دانشگاه کلا نه رشته معصومی. خب ببین تو 20 سال 2000 کمتر از 2000 نفر، کمتر از 1500 نفر توی یه 20 سال خیلی رقم پایینیه واسه رشته مهندسی شیمی که تو هر سال از 3000 نفری که دانشجو میگیره مثلا 200 نفرش مهندسی شیمی هم. خب تو حسابشو بکن دیگه، 20 تا 200 تا اومدن تو و کلا 1500 نفر مثلا اومدن. خب خیلی رقم پایینیه. همش آدمایی بودن که من بعدا دیدم، من خودم هم قاطی هم اونها، شاید 20 سال دیگه یه استادی بسازم که من استاد معمولی بوده میگفت آره خیلی اینجا تو مهندسی میخونم، انصراف میدن، بی خیال میشن، خسته میشن، براشون کسل کننده میشه، علاقه ندارن، فشار اصلا یه چیز جدیدی پیدا میکنن، اصلا تو جنب دانشگاه قرار میگیرن مثلا متوجه سراسری هم اتفاق میفته. یعنی کلا اینجوری هستش که تو این مسیر ریزش زیاد داره در واقع. قبول دارم حرفت رو. باز حتی با اینکه سراسری میگن بچهای تاپ هستن، ما تو این مسیری که میریم اون 10% به صورت باز دوباره تاپ میمونن و میرن مرحله بعدی که حالا اون تاپ ها هستن که شما توی حالا میبینید دانشگاه آزاد، دانشگاهی که اونایی که بلا تکلیف موندن اومدن اونجا. خب ببینید چی میگم، شاید مثلا انتخابای دوم سومشون بوده که مثلا اومدن اینجا. حتی تو وقتی کنکور آزاد نه، الان که کنکور رو فقط یکی کردن، اون موقع که ما دادیم که یکی بودن، الان فکر میکنم عوض که نکرده، قانونش عوض نشده فکر میکنم. آره احتمالاً همون یکی هستش. و مثلا شاید تو دانشگاه آزاد تو انتخاب دوم سوم چهارم تو مثلا بخوای به قبول بشی و بخوای ببینی مثلا چه انتخاب رشته جدا بود. آم راست میگه انتخاب رشته، راست میگه انتخاب رشته آدم جدا، علم جدا، آره راست میشه انتخاب رشته جدا بود. و این من فهمی میکنم این فهمی میکنم دانشگاه آزاد دانشگاه کسایی که شبه، ولی مثلا دانشگاه خود من تمام بچه که اونجا هستن حالا از نظر سنی شاید یه مقدار آدم هایی باشن که جا افتاده ترن و مثلا میدونن از زندگیشون چی میخوان، واسه همین اومدن دارن توی زر تحصیل میکنن. الان تو دانشگاه علمی کاربردی تجربه چی بود؟ ببین دانشگاه علمی کاربردی چون رشته‌ای که من دارم رو توش تحصیل می‌کنم و این ترم تقریباً ترم آخرم رو تمام می‌کنم، این رشته رشته‌ای که میگم بهش بها داده نشده بود و آدمایی که از اون توی این رشته تحصیل می‌کنن آدمایی بودن که یا تجربه داشتن توی کار کردن توی این زمینه و متوجه شدن تو کارشون که باید تحصیلات آکادمیک داشته باشن درست. که بتونن تو کارشون موفق‌تر باشن. خب مثلا ما بچه‌ای بودن که بچه‌ای هستن مثلا دختری هستن تو دانشگاه ما مهماندار هواپیما هستن و ولی تحصیلات مهمانداری هواپیما ندارن. خب یعنی همه چیزشون شاید تجربه به دست آوردن، ولی الان که میان اونجا درسشو دارن میخونن تو کارشون موفق‌ترن، میتونن مثلا چه می‌دونم این اینتراکتیو‌ترن با شغلشون، میشینن بده بستون بهتری دارن از نظر علمی با شغلشون و میتونن مثلا از چیزی که اونجا یاد می‌گیرن عملاً استفاده کنن. من خودم از چیزی که تو دانشگاه خودم یاد می‌گیرم به راحتی میتونم تو کار شخصی خودم ازش استفاده کنم. مثلا
حسابداری بهم یاد میدن. خب من تو کافه میتونم از مثلا بحث حسابداری و اینا استفاده بکنم، مثلا سوزیانمو در بیارم ببینم دارم چیکار میکنم، کاست کنترل بهت یاد میدن که آقا هزینه ها چه جوریه تو یه رستوران، تو یه کافه، تو یه هتل چه هزینه هایی برداشت تبع مثلا. پس تاثیر اصلی رو با اینکه شما چه چیزی بهتر انجام آره، میدن ولی جانبی دیگه خبری نه جانبی به اون سمت، چون میگم خیلی دارن تخصصی روش کار میکنن. یعنی مثلا شما تو راجع به مثلا رشته مهندسی که من دارم میخونم مدیریت هتل داری، زیر شاخه رشته مدیریت در است و رشته مدیریت هم میگم خیلی شاخه داره و اینا. ما مثلا تمام دروس مثلا دوست یکی از دوستان من که داره رشته مدیریت میخونه، خب شاید خیلی از تایتل های درسش با من یکیه. مثلا من میگم چرا مدیریت منابع انسانی، منم تو رشته مثلا درسی به اسم مدیریت منابع انسانی دارم، ولی اون چیزی که به من یاد دادن تو مدیریت منابع انسانی تخصصی تو زمینه هتل، تخصصی تو زمینه مکان‌های گردشگریه. خب که مثلا چجوری مثلا من منابع انسانی تو کنترل کنم، ولی تو رشته مدیریت وقتی منابع انسانی پاس می‌کنی یه دید کلی و جامع بدی، کلی و جامع بدی. تخصص‌گرایی این خیلی مهمه. منم حالا چیزی که از پیام نور حالا شنیدم و در واقع افراد مختلف دیدم، در واقع پیام نور دیگه چیزیه که آقا یارو فهم میخواد یه مدرک بگیره کارشو بگذرونه. آره خیلی سوخت است و دیگه. اصلا یه چیز جانبی که نداره، خود اونی هم که دارن درس میدن در اینکه آقا تو الان کارمندی اصلا حواس نداری، نه بفهمی نه میتونی بفهمی، من فقط هر چی هست تو به زور میکنم تو مغزت که آقا تو سوالاتو بتونی جواب بدی. و معمولا سطح یادگیری اصلا با تمام چیز اصلا غیر قابل مقایسه است. اصلا اینو میگم کاربردی باشه. پیام نور داستان اینه که در واقع بیشتر در حد اینه که مدرک بگیری، کم توش آدم پیدا میشه که واقعا درس بخونن و واقعا بخواد چیزی یاد بگیرن تا بیان جلو. البته هستن، نمیگم که نیستن. آره این حرف درست نیست، خیلی اوشاد باشم تو اینجا بخاطر چاره ولی نمیشه. همون آره ظرفیتش اون شکلی نیست، یعنی احتمال این که شاغلینه، قبول داری؟ آره مال شاغلینه و اصلا کاری هست. آره کسی که مثلا کنار مدرک مهندسیش الان نیاز پیدا کرده مدرک مدیریت مثلا بگیره، ولی مثلا کسی نیستش که بخوایم بگیم که نه الان این تمام زورشو داره رو مدیریت میزنه، این همچین فردی نیست و همچین دیگه اونقدر زور واقعا نداره. فرد 40 ساله اونقدر زور نداره که بخواد تمام زورش رو یک موضوع بذاره و تا تهش بره. اگه هستش از قبل تجربه پیدا کرده و فقط داره مدرکشو میگیره، یا اینکه نه فقط داره مدرک میگیره. قبول دارم حرفتون، قبول دارم. حتی با اینکه من یه واقعیت رو بگم، من فکر می‌کنم دانشگاه‌ای که رشته‌های مهندسی یا مثلا حتی پزشکی، حالا پزشکی که نه نمیشه راجع بهش صحبت کرد، ولی رشته‌های مهندسی من فکر نمی‌کنم اون چیزی که تو دانشگاه یاد می‌گیری با اون چیزی که بعد تو کار واقعیت پیادهش بکنی، فکر نمی‌کنم سنخیت آنچنانی داشته باشه. تأثیری می‌ذاره تو قضاوت چجوری؟ در واقع دست توی سراسری مشکل که داریم، اول اینکه خیلی تئوریه. بعد دوم اینکه حالا استادای سراسری خیلی چیز که کارا دارن به دانشجو محول میکنن، یعنی شما میرید اونجا در واقع چیزشون اینه که شما دانشجو هستی، خودت اومد دانشجو پیدا بکنی، ولی یه جوری دارن خودشون تبرئه میکنن. خیلی از استادا اصلا درست توضیح نمیدن چه خبره، حتی اون توضیح اولیه‌ای که تو باید داشته باشی رو بهت نمیدن، مثلا تو بفهمی. و از اونورم امتحانا رو به شدت سخت میگیرن که تو مجبور باشی بری و بفهمی، یعنی پدرتو در میارن. در صورتی که مثلا میگه که آقا اوکی من بعد دانشجو ام، تو مثلا داری کریستالوگرافی به من درس میدی، خب اول به من بگو کریستالوگرافی درست چیه، این مفهومو تو ذهن من جا خوش کن. بعد حالا تو میخوای انواع کریستال ها رو بپرسی، مثلا خب باشه من خودم بخونم. بعضی استادا واقعا واسه یادگیریشون تلاش میکنن تو سراسری و استادای خیلی قوی هستن، ولی بعضی استادا اصلا هیچ تلاشی نمی‌کنن و واقعا به پای خودته سوالا رو یا به شدت سخت میدن که تو مجبور باشی بخونی، یعنی کاری که استاد نگرده رو تو باید جبران کنی. و از یه طرف میگم که همون بچه های سراسری خیلی سرسختن، چون یکی از بدترین شرایط ممکن رو تجربه کردن. شاید توی آزاد نیا درسته که شاید به اون قدرت درس نده، ولی به اون سختی هم از سوال نمیپرسن، یعنی چیزی که نگفته رو دیگه ازت نمیخواد تو اون حد. حالا نه تو آزاد تجربه تو چجوری بود؟ نسبت به درسی که بهت میدادن و سوالی که میکردن چقدر فاصله بود؟ ببین این تو آزاد این به من به این قضیه اصلا توجهی نمیکردم. ببین چرا؟ چون تو آزاد میگم توی فضایی قرار گرفته بودم که شاید اون تحصیلات آکادمیه به اون شکل واسه من اهمیتی نداشت و ارزش نداشت. من به این قضیه زیاد توجه نمی‌کردم. توی آزاد چیزی که من تجربه کردم تو دانشگاه آزاد از نظر چیزی که بهت یاد دادن و چیزی که ازت میخوان این بود که میاد به تو یه موضوع یه مطلبی رو میده، حالا یه تحلیلی راجبش میده، یه توضیحی از نظر شخص خودت طرف میده. ببین دانشگاه آزاد دانشگاهیه که استاد زیاد داره، خب
خب و شاید مثلا تو واسه اینکه بخوای استاد دانشگاه آزاد بشی اونقدر برای فرد سخت هم نباشه. شاید مثلا ما استادی داشتیم اونجا که دانشجوهای همونجا بودن، خب یعنی مثلا سراسری هم هست. آره نه نه میدونم، ولی خب دانشجویی که تو دانشگاه سراسری با اون فیلتری که تو تعریف کردی از اونها عبور کرده و اومده حالا شده استادیار، آره دانشجوی دکترا هم، آره دانشجو دکترا هستش با اون دانشجویی که من میدونم مثل خودم که مثلا خیلیشون اینجوری بودن تو دانشگاه، این خیلی رایج بود. بچه‌ها می اومدن مثلا دم در دانشگاه هفت صبح نگاه می‌کردن مثلا آره ساختمون شماره 6 اون ته زوب سردی که حوصله داره بریم بشینیم تو پارکینگ یه سیگار بکشیم چای بخوریم فقط اینا، بعد از ظهر بشه بریم خونه، بریم نهار بخوریم بریم خونه. خب این تفکرها خیلی اینجوری بود، ما بچه‌ها خیلی این شکلی نگاه می‌کردن به دانشگاه به عنوان یه جایی که مثلا انگار تابستونه، انگار هر روز اونجا مثلا واسه تابستونه، انگار چون از فضای مدرسه هم خارج شده بودی چیز جدید داشت می‌دید، براش نوعی داشت و جدیدی داشت و تازگی داشت اون قضیه. من فهم می‌کنم از نظر دانشی که تو دانشگاه آزاد درس می‌دن و اون چیزی که ازت می‌خوان زیاد تفاوتی وجود نداره. خب یعنی همون چیزی که بهت میگن همون هم ازت می‌پرسه و همون هم ازت می‌خواد و همون چیزی هستش که تو شاید هیچ وقت تو بازار کار واقعی نبینیش، به کارت هم استفاده نکنی و فقط صرفاً رفتی سر کلاس و اینو شنیدی و اینه یه توتی، اینو توتی وار فقط بهت گفتم و تو هم هی داری اونو برمیگردونی و بهشون میگی بدون اینکه بدونی کجا بعد ازش استفاده بکنی. واسه همین از نظر آکادمیک دانشگاه آزاد من فکر نمی‌کنم حتی اصلا تو لول‌های خوبی باشه. با اینکه دانشگاه معروفی هست، آره. دانشگاه آزاد مثلا دانشگاه آزاد تهران، مثلا واحد تهران جنوب، واحد علوم تحقیقات، اینا دانشگاهی هستن که خیلی با راجبشون خوب صحبت می‌کنن، مثلا فارغ التحصیلاش فارغ التحصیل خوبی هستن. آره اونایی که واقعا تا آخرش میرن و ازش میان بیرون شاید واقعا آدمایی بیان بیرون که میتونن تو بازار کار جذب کارهای خوب بشن. ولی میگم ببین همه جا هستش، یعنی من خودم الان سراسری میخونم من اصلا سرطری میچهر به تعداد آدم هاش تو آزاد نسبت به کسی که نه به اون رفت نده. ببین چیزی که میگم بازم خیلی تئوری وار بود، یعنی آقا مثلا استاد دیرگداز اومده بود از همون شروع کرد، آره آلومینال رو نوعی چیزه که اونجا جوش میخوره فلا میکنه آجرش میکنه. آقا اول از همه تو به من بگو دیرگداز چیه، خب من چرا تو کوره دیرگداز میچینم؟ اگه نچینم خب کوره چه بلایی سرش میاد؟ این که آره مثلا فلزه، فلز 2000 درجه ذوب میشه، تو مذاب 2000 درجه. این سیاله بد بگم این قسم این بحث کردم با هم دیگه. خب باشه این بحث مدل ما میکنه اینجاش خیلی جالبه. خب تو واسه مهم بود که دیرگداز چیه، ولی تو دانشگاه آزاد چیزی که من میدیدم، خب حالا شاید خیلی دیگه بیان راجع به این قضیه بعدا میخوام صحبت کنم بگم من دارم اشتباه میکنم، ولی اون چیزی که من دانشگاه آزاد میدم اصلا کسی واسش مهم نیست دیرگداز چیه. خب بچه اساسا 90 درصدشون مهم نیست، فقط اومدم مدرک مهندسی رو بگم و بگم من سراسری بودم و من شاید بتونم بگم اگه 90 درصد تو سراسری با تجربه تو همچین آدم بودم، من میتونم بگم تو دانشگاه آزاد 99 درصد آدم این شکلی هستن. خب تعداد بیشتری هستن که اصلا به این قضیه توجه نمیکنن، اصلا براش مهم نیست. مثلا همین سوالی که تو بیا من بگو دیرگداز چی، اصلا مهم نیست. ببین یارو چی داره میگه همونو بنویس بیا هم جوابش بده، مگر اینکه میگم اون تعداد آدمای خیلی کمی هم که اصلا مثلا شاید تو هر کلاس هر مثلا درسی که تو ورداری اونجا تو دانشگاه مثلا شاید 2 نفر 3 نفر اینجوری باشن، تو کلاس 70 نفر که اومدن اونجا که ببینن چیه داستان و بعد مثلا ببرنش رو به عنوان یه تخصص بهش نگاه بکنن و بعد مثلا امید دارن که تو بازار کارم به دردشون بخوره بتونن باهاش مثلا مشغول کنن. ولی شاید این باور نشه، به نظر من 2 سال اول دانشگاه تو هیچی نمیفهمی، همون چیزایی که تو دبیرستان خوندی، همون انتگرال و نمیدونم اون مثلثاتی که تو دبیرستان خوندی رو داری تو دانشگاه دوباره بهت میگن. حتی بعضی جا هست میری سر کلاس استاد میگه اینو تو دبیرستان خوندی و تو دبیرستان بهت گفته بودن که اینو تو دانشگاه بهت یاد میدن و تو این وسط آچمز میمونی که چی شد؟ اون که گفت اونجا خوندی، اون که گفت تو دانشگاه خوندی. دقیقاً یادمه این بود راجع به این دیده بودی اینو. آره من دقیقاً یادمه، من خودم تو دبیرستان فیزیکم عالی بود، یعنی حتی جوری بود که من امتحان نهاییم رو زودتر از همه دادم، یعنی 20 دقیقه تمام کردم اومدم بیرون و 20 شدم. من خودم هم اصلا یه لحظه ترسیدم گفتم که الان من انقدر زود اومدم بیرون، مثلا بچه 40 دقیقه پای امتحانم، من 20 دقیقه تمام کردم و 20 شدم و بعد مثلا بچه 40 دقیقه پای امتحان صد مثلا من کسوشه رو نوشتم، مثلا دریوری گفتم، مثلا چه میدونم الان قراره 10 بشم، بعد نه من 20 شدم و مثلا زودتر از همه. بعد جوری بودش که حتی خود مشاور تو مدرسه‌مون گفتش که المپیاد فیزیک رو حتما شرکت کن و تو المپیاد فیزیک اصلا قوی‌تر بودی و تو کنکورم من فیزیکو بالاترین درصدم زدم، بود 60 درصد زدم، از همه درصدام بالاتر بود. ولی من رفتم دانشگاه سر کلاس فیزیک نشستم، یارو دینامیک رو شروع کرد که خب باشه این محور ایکس وای زد، این سه محور اوکی، بعد خب ممکنه حرکت کنه در محور ایکس، مثلا ایکسش تغییر میکنه اوکی، بعد سرعت میگیره اوکی، بعد یهو شروع کرد دیه ایکس به دیه تی فلانه نمیدونم این، بعد انتگرال بگیریم برمیگرد میگم مرتی که پروفیوز مثلا اینا رو یعنی چی،
هنوز ریاضی یک مشتقه، هنوز نگفته انتگرالو. بعد من اینا رو چیه، مثلا دی چیه، رو چیه، بعد میگه که دی با رو فرق داره، دی رو رو نزنین، رو رو دی نه. ببینم من سر کلاس فیزیک نشستم در عرض فقط 10 دقیقه اول رو فهمیدم، بعد 10 دقیقه دیگه هیچی نفهمیدم، در صورتی که مثلا از لحاظ فیزیک حتی تو اون دوره هم که بودیم من نمرم خیلی خوب شد و با همه اینا مثلا بالاتر بودم. تغییر فضایی که تو دانشگاه رو بودی میشیم، تغییر فضا خیلی تو دانشگاه وحشتناکه، اونم به خاطر سیستمی که مدارسمون داره. اولین اینکه چیزی که وارد میشین، اولین چیزی که تو مختلطه، یعنی حتی اگه به اینکه تو دبیرستان آدم دختربازی بودی، جمعتون مختلط میشه. یعنی حتی اگه مثلا آدم دختربازی باشین، هر روز تو پارتی باشین، نمیدونم اصلا آدم دختردیده‌ای نیستن، تمام روز با دختر بودم، بازم وارد دانشگاه سراسری میشین، اصلا یک فضای دیگه است. و همین تغییر فضا از تک جنسیتی به مختلط خیلی رو روح روانتون و رفتاراتون اثر میذاره. حتی اگه شما همچی آدمی نباشین که این تغییرتون رخ بده، اطرافیانتون این تغییرشون رخ میده. یعنی خب به هر حال تو دوستانتون خیلی ها هستن که اصلا برای اولین بار تو عمرش داره دختر میبینه. جدی خیلی، یعنی وحشتناک حس میکنه که این تو عمرش دختر ندیده، اصلا حتی با گربه ماده سلام علیک نکرده. خب این دقیقاً به خاطر همون سیستم آموزشی دوره در مدرسه ای که داری میگی، و این راست میگه، همین راست میگه. من اینو خیلی به چشم دیدم که این واقعا یه موضوعیه که خیلی به چشم میاد، خیلی واضحه. واسه همین مثلا حراست داره دانشگاه، شاید مثلا برای شما عجیب باشه که چرا مثلا یه فضای علمی مثلا تو مدرسه یه دونه ناظم داشتیم، ولی الان میری تو دانشگاه میبینی مثلا 50 نفر حراست تو حیاط فقط دارن نگاه میکنن ببینن چیه چیه، چه خبره، کی با کی داره، خود آبیو مثلا. این همچین آدمای این شکلی هستن. و من به نظرم این تغییرات فضایی که واسه تو اتفاق میفته، من به نظرم میتونه گمراهتون کنه، گمتون کنه از اون مسیری که داری میریم، حتی ولی میتونه در این حال هم چیز باشه، یه اینسپریشن باشه، چی میگن، یه من امیدواری باشه واسه اینکه یه مسیر جدید پیدا کنی. یهو دیدی رفتی دانشگاه با یه نفر آشنا شدی، اصلا مسیر زندگی عوض شد. من برداشتم اینه که یه شوک شدیدیه. شوک شدید میتونه نتیجه مثبت یا منفی داشته باشه، ولی میگم این شوک واسه که خیلی از انرژیتون گرفته بشه. اصلا چیز رو گفتم، حتی خودتون باشه، این محیط جدید واسه چه با بقیه دعوا بکنید، نم یهو یه روز رفتار یکی با تو خوبه، فردا باشه بد میشه، به هر دلیلی که خود همین کلی شاری که اصلا تو دانشگاه هستن. آره اصلا دانشگاه سراسری بری، دانشگاه تهران بری، شاید خیلی شهرستان آدمایی که از شهرستان جای مختلف اومده، حالا نه حتی شهرستان، مثلا تو دبیرستانی معمولا همتون یه منطقه، آره معمولا و معمولا به خاطر نوع شهریه همتون یه سطح خانواده. مثلا این فقط جنگ و دعوایی که توی دانشگاه سراسری هم روش صحبت میکنن که کسایی که غیر انتفاعی بودن همه به عنوان بچه پولدار مسخره میکنن، ولی کسایی که دولت بودن میگفتن که آره مثلا ماها با زور فلان و نمیدونم معلم و هرچی بوده مثلا ما پول ندادیم نمره بگیریم، او یارو میگه اتفاقا نه من پول دادم، کلی دهن منو سر کلاس صاف کردن. ولی من بازم قبول ندارم حرفتو، میگی غلط هستی سر این حرفا، ولی این بحث تو دانشگاه سراسری تو زیاده. مثلا من که بودم، من به خاطر اینکه بچه های دانشگاه سراسری خیلی وقت هستش، مثلا دانشگاه تهران خیلی از دانشجو هستن که اصلا مال شهر تهران نیستن، خیلی رایجه. مثلا این دانشگاه تهران نیستن، من میگم نه تهران هست. این اتفاق میفته که آقا چیه مثلا بچه های غیر انتفاعی یه ها رفتایی که با بچه هایی که مثلا دولتی دارن یه خورده در تضاده و با هم دیگه مثلا درگیر میشن. آره شاید این شکلی باشه، ولی من مثلا چیزی که بارش کرده تو آزاد واسه من این بود که بچه هایی که مثلا از شهرستان میومدن لحظه مثلا مسخره میکنم، و این خیلی مثلا به نظر وجه و ظاهر زشتی به دانشگاه. همین چیزی که آقا توی یه محله بودیم مثلا دولتی‌ها و غیر انتفاعی هم باعث میشه که مثلا سطح درآمدی خانواده هست هم نزدیک به هم باشه، ولی یهو تو دانشگاه اینا میرن تو هم دیگه. بعد مثلا از محله‌های مختلفی بودیم، کسی که تو هیئت مثلا تو پاسدارا میره هیئت یه جور سینه میزنه، ولی کسی که مثلا تو میدون راهن میره هیئت یه جور دیگه سینه میزنه، و اینا جفتشون میرن تو هیئت دانشگاه یهو سینه زدن هم دیگر میبینن، چیز میکنن، کف میکنن که این چرا مثلا اینجوری میزنه، نمیدونم اون یکی مثلا آروم میزنه. من تو چیکار می‌خوای روی این مسئله زیاد صحبت نکنی، ولی حالا بازش کردی دیگه. ولی این تفاوت فرهنگی حتی توی کسی که مثلا تو تهران زندگی میکنن زیاده، که از محله‌های مختلفن. یهو یارو مثلا بچه نظام آباده ولی مثلا لات نیستا، ولی یهو تو چیز میگه آره چون من نظام آبادم، یهو میاد جلوی اینو واقعا اتفاق افتاده که جلوی ماها میاد آره من قمه میکشم فلان فلان، اینکه بابا تو کار چنگال میبینی وحشت میکنی چی ما قمه میکشم، حالا نظام آبادی
بعد نمیدونم مثلا یارو میگه که نه من چون بچه تجریشم خیلی مثلا بچه شاخم، ولی مثلا خانواده‌شون همچین سطح بالا نیستن چه از لحاظ درآمدی چه از لحاظ فرهنگی، ولی میگه نه چون من تجریشم خیلی زن. این زیاد میشه. حالا چه برسه اینکه چیه، بچهای شهرستان وارد میشن، بچهای حتی مناطق محروم یا دور افتاده وارد میشن، بچه‌ها با سهمیه وارد میشن. یعنی یک واقعا آش شل قلمکاریه که هر کی یه چیزی میگه و خیلی از این تضادات هم باعث جنگ و دعوا میشه تو سراسری و حتی تو آزاد. ببین واقعیت دیگه، ولی من به نظرم نحوه گفتن این موضوع با تو این ویدیویی که ما داریم راجع به کنکور و حالا راجع به آینده بعد از تحصیل مدرسه ای صحبت میکنیم، این موضوع موضوعی که خیلی باید برن خودشون تجربهش کنن. این چیزی نیست تو داری تجربه خودت میگی، من تجربه خودم میگم. ما دو نفریم، شاید مخاطبای ما مثلا شاید 2000 نفر باشن، مثلا این قضیه رو بخوام ببینن و بعد برن دانشگاه مثلا به چشم قضیه رو ببینن و شاید اصلا این چیزی که من تو داری میگیم و نبینن و متوجهش نشن. یه چیزی از همه اتفاق نظر دارن اینه که توی دانشگاه خب خیلی آدم از هم فاصله میگیرن و خیلی مثلا تو جوکای دانشگاهی ما داریم مثلا پیج مختلف که آقا از تفلون نچسبتر هم کلاسی های من تو دانشگاه هم مثلا شخصیت خود و حتی رشتم میگم خیلی تاثیر میذاره. آره. مثلا من دارم من تو دانشگاه خودمون با تقریبا این شکلیه، مثلا فقط فضا رو میخوام بگم چه شکلیه. من صبح 7:30 صبح کلاس دارم، میام دم در دانشگاه ماشین پارک میکنم، از در ماشین که پیاده میشم از نفر اولی که میبینم همه با هم رفیقن و دوستن. سلام علیکم، سلام چطوری، فلان چطوری، چه خبر، این کار چجوری شد، فلان شد، تا برسی در کلاس. یعنی بعد تا ته استادیوم بری با 2300 نفر سلام علیک کنی خوشبخت بگی تو برسی سر کلاس، سر کلاس با استاد خوشبخت کنی. خب نه خوشایند فضاش، خب ممکنه آدمایی باشه که از قشرهای مختلف جامعه باشه، خب ولی اون به خاطر اون رشته و اینکه ارتباط انسانیه که تو به خاطر رشتت داری برقرار می‌کنی و داری یاد می‌گیری با آدما چجوری صحبت کنی، چجوری رفتار کنی، واسه اینکه حالا فروش خوبی داشته باشی، واسه اینکه مثلا بیزنس خوبی بتونی راه بندازی، اینا روان شناسی کارت واسه مهمه. همین این باعث میشه که تو دانشگاه فضای خوشایندتری داشته باشی، حداقل دوستای زیادی بتونی پیدا کنی. ولی خب می‌دونم تو دانشگاه مثلا سراسری سراسری بگم باعثش بگم مثلا تو 3-4 تا رفیق داری و همینن، میخوای بری با بقیه صحبت بکنی اصلا میگم با این چهار تا سر بعد بقیه اصلا میبینی تو روی هم نگاه نمیکنن، یکی حتی به هم دیگه نگاه کنن به هم بد نگاه میکنن که خب تو چرا اومدی تو جمع ما، تو کی هستی. خیلی این هست. حالا جمع بندی ما بکنی، جمع بندی نهایی من همین میخواستم بگم. من به نظر من سه تا چیز خیلی مهمه تو این مسیری که داریم انتخاب میکنی تو زندگی تو. یکی این که علاقه، دوم هم این که علاقه، و سوم هم این که نیاز جامعه و اون چیزی که فکر میکنی تو کشورمون کمه. اگه فکر میکنی مهندس کمه، فکر میکنم اشتباه میکنی که مهندس کمه، بیش از حد هم زیاده. اگه فکر میکنی مهندس کمه، برو مهندس شو. اگه فکر میکنی پزشک کمه، برو پزشک شو. اگه فکر میکنی مهماندار هواپیما کمه، برو مهماندار هواپیما شو. چون اونا بازارهای کارهایی هستن که وقتی کم آدم توشونه، دست زیاد توشون نیست، شما میتونی خوب باشی، میتونی آس باشی و راحت میتونی پیشرفت کنی. ببین رقابت آنچنانی نداره. این کلام آخر من شما منم چیزا هستم همون بیان که آقا مثلا کدوم خری میره چیز میزنه، چه میدونم مثلا کدوم خری میره نورولوژی میزنه، نمیدونم کدوم خری میره هتل داری میزنه، کدوم خری میره. اتفاقا بقیه که اونو نمیزنن خرن. یعنی شما که مثلا یهو همه میریزین تو عمران، خب باشه 20 تاتون استعداد دارین، 100 تاتون استعداد دارین، 1000 تا استعداد دارین، ولی مثلا 10,000 نفر استعداد ندارین که تو رشته باشین و اصلا نباید باشین، بعد به جای دیگه پخش بشین. که مثلا وکیل باید آدم واقعا باشه، واقعا آدم دغلبازی باشه. یعنی بگیم که نه اینکه حقوق سر و فراشه، ولی بتونه حرفش رو بقیه بقبولونه به زور حتی شده. یعنی همچی آدمی باید بره وکیل شه، نه اینی که مثلا همچی خب پول خوبه توش بریم وکیل شه. من حالا یه ختم کلام ریزم بگم، این که آقا جون قبل از اینکه میخواین علاقه، وقتی میخواین علاقتون رو پیدا کنید، حداقل یه مقدار تو بازار کاری که میخواین توش فعالیت داشته باشین برید و ببینید. اگه میخواین مهندس کامپیوتر بشین، برید تو شرکت چون مهندسی حتما تو دور و برت شاید آدمایی باشن که این کارو میکنن، یا مثلا بتونی یه جا اصلا نشناسیام برید یه جا، برو یه جا 10 روز بگو من میخوام بیام اینجا کارتون رو ببینم، برو توی کافه بگو من یک ماه میخوام بیام اینجا کارتون رو ببینم یاد بگیرم، برو مثلا چه میدونم یه مقاله بخون راجع بهش، ویدیو ببین راجع بهش، ببین میتونی
اون اونو انتخاب بکنی، چون قراره یک عمر اون زمینه فعالیت بکنی، قراره آینده‌ت رو روی اون بسازی. خب به این فکر کنید، ببین به اون بحث به دو تایم میان سالی که آدم میرسه اون به حسرت اینو میخوره که چه اشتباهی کردید، چرا من همچین کاری کردم، چرا من همچین کار چیزی رو که انتخاب میکنید مطمئن باشین همون چیزی که میخواین. مثل خیلی از ماها و خیلی از من 90% از دوستان دقیقاً همینجوری مثل خودم بودن، انصراف دادن دانشگاه، انصراف دادن رفتن بازار کار شدن، انصراف دادن رفتن دانشگاه دیگه. من خودم منم مواد رو ادامه ندادم. آدمای بی‌نهایت موفقی هم هستن تو کارشون، واقعا موفقن. من نمیخوام از خودم بگم، منم راضی ام از شرایطم، ولی دوستانی داشتم که از دانشگاه اومدن بیرون وارد بازار مثلا ساختمون شدن، الان مثلا پسرت 25 6 سالشه داره برج کنه، ولی مثلا داره ساختمون میسازه، چه من توی ساختمون میذارم مشارکت میکنه، چند تا واحد بهش میدن، دو تا واحد میفروشه، ماشین فلان میخره میکنه و اینو داره با این کار حال میکنه، با این کار پول در میاره. من همینطور، منم مثلا چه من رفتم چند تا کار کردم، رفتم رشته خوندم، رفتم ازای تحصیل کردم، الان افتادم اینکه برم یه جور راهندگی کنم، منوطراحی کنم، آموزش بدم، به مثلا آشپزی یاد بدم، بارتندری یاد بدم، این کارو مهمان پذیری یاد بدم، این کار این شکلی به علاقه بوده، چون تو این مسیر تونستم مثلا هزاران تا دوست پیدا کنم، به هزاران تا لینک بزنم. تو چی هستی؟ کی هستی؟ و کجای این صنعتی که توش داری زندگی می‌کنی که میگی کدوم گوشه این حالا مثلا سینی رو می‌خوای بگیری؟ من الان دارم تره گرافیک میکنم، اصلا از موادی که هستش یک قرون در نمیارم. الان تو پیج منم اصلا یک کلمه در مورد مهندسی مواد شاید نبینی، شاید همین الان هم که داشتم صحبت میکنم خیلی کم در مورد مواد صحبت کردم، ولی مثلا چیزی که ازش رشته دانشگاهیم بوده، چیزی که تو سراسری قبول شدم، ولی اصلا یک قرون ازش آنچنان در نیارم، نه حتی واقعا یک قرون در نیاوردم، ولی مثلا هرچی در مورد بوده تره گرافیک بوده. میدونم زیاد شد، ولی دیگه بعد همه حوایقو میگفتیم، تجربیاتمون رو بهتون گفتیم، چیزی که هیچ کی بهتون نمیگه، هیچ مشاوری، هیچ سلطان کنکوری، هیچ نمیدونم قلمچی گاج، اینا هیچ وقت بهتون نمیگن، مشاورتون هیچ وقت بهتون نمیگه که قرار دانشگاه با این چیزا روبرو بشین، همیشه میگه که آره آیندهتون روی کنکوره، نلید میمیری. نه اصلا همچین چیزی نیست، راه زیاده، علاقه متفاوته و امیدوارم که بتونین انتخاب خوبی داشته باشین. خداحافظ.